بسم الله الرحمن الرحیم. هفته ای که گذشت گریدینت خواندیم، امروز میایم پترن میخوانیم. پترن یا شکل های بک‌گراند صفحه، و او را میتونیم در اینجا استفاده بکنیم. ببینیم در اینجا زمانی که شما در این قسمت میایید چپ کلک مکم گیر کنم استمپ تول ما شما خوانده بودیم روزهای گذشته، اینجا پترن استمپ تول کلک میکنیم و در اینجا آپشن میایید. زمانی که شما پترن استمپ تول انتخاب کردین، این قسمت را کلک میکنیم، ببینیم در اینجا پترن ها داریم، شکل های بک‌گراند صفحه داریم. میتونیم هر کدام از اینا را انتخاب کرده و بعدا چپ کلک محکم گرفته در اینجا برای خودمون بک‌گراند به اون رنگی که داریم اینجا استفاده بکنیم. اینجا ما شکل های مختلف داریم، در اینجا ببینید هر کدام از اینا را که خواسته باشین در اینجا شما استفاده کردن میتونید. در ضمن در اینجا ما آپسیتی داریم، آپسیتی را در کماند های مختلف خواندیم که چند درصد این تصویر را که ما ام پترن کار میکنیم کار بکنیم. ببینید فعلا ما میایم اینجا کار میکنیم 100% است. اگر ما این را میخواییم کم بکنیم در اینجا ببینید فعلا 22% کار میکنه. و وفلاون خواندیم که زمانی که برس ما کش میکنیم فاصله بین برس ایجاد میکنه. و در اینجا ما به این اندازه پترنی که شما دی میبینید نیست، پترن های زیاد داریم. در اینجا زمانی که شما کلک میکنید این خط پایین تمامش پترن ها، باکس های پترن های هستن که از طرف فتوشاپ بای دیفولت در اینجا هست. شما میتونید اضافه کنید، مثلا میگیم راک پترن، پترن های سنگی، اوکی، ای باکس بسته شوه باکس دیگه باز شوه، یا اپند ای باکس هم باشه او هم اضافه شوه. ببینید در اینجا راک یا سنگ ها را ما اضافه کردیم. اینجا شما میتونید از این سنگ ها مثلا اینجا میگیم مکمل باشه، ببینید از این پترن ها استفاده بکنید. و اگر شما زمانی که از اینجا یکی از این پترن ها را استفاده کردین رایت کلیک میکنید، اینجا برس ها هستن. برس ما دو نوع برس داشتیم اون وقتی خواندیم، برسی که مکمل رنگ پر باشه چهار اطرافش و بینش. و ببینید زمانی که ما در اینجا کار میکنیم چون این برس انتخاب کردین، اینجا کنج ها یکدیگر را قطع میکنن. و اگر شما بیاین رایت کلیک بگوین از این برس، اینجا که ما برس داریم از این برس ها را انتخاب بکنین و بیاین ببینین در اینجا شما مثلا میتونین بگوین که این قسمت از این سنگ ها را از این قسمت ببینین به اینجا کار شکل تبدیره و خود میگیره. فکر میکنیم که در پایین سنگ ها هستن، بعدا بالایش ها سبز کرده و اون نفر اونجا استاد است. شما ببینین تصویر به این شکل نبوده، به این شکل است. اگر دو میکنم حالا بشه چرا به این شکل شکل تبدیره و خود گرفت؟ بخاطر اینکه این برس هم انتخاب. اگر شما زوم بکنین برستان سایزش کم بکنین و ببینین اینجا رو ما اگر تصویر یک کمک زوم بکنیم و سایز برس کم بکنیم، شما دقیقا میتونین که تا سنگ هایی که در اینجا از هر سنگ دقیقا کار بکنین که بسیار خب طبیعی معلوم شوه که اینجا واقعا سنگ ها هستن. ببینید کدام سنگ که هست به سنگ مکمل تکمیل بسازیم و حالا ببینید مکمل به شکل کار بکنیم، پس دوباره از زوم آوت بکنیم، شما ببینید که شکل طبیعی رو خود میگیرن. ما پترن که شما کار میکنیم به شکل شما میتونید از این پترن استفاده کنید. اینجا ما دوزر رو زدیم که پس دوباره این باشه. اینجا شما میبینید پترن های مختلف، هر باکس را که شما کلک میکنید در اینجا پترن مثلا نشر پترن هپن بین یک باکس دیگه اضافه شد. اینجا ببینید از این باکس ها از این پترن استفاده میکنیم که به شکل برگ هست. هر کدام پترن که شما در اینجا باز میکنید، اما ما این پترن دیفولت که در اینجا هست، این پترن دیفولت است که از طرف فتوشاپ که ما نصب کردیم در اینجا هست. ما خودمون میتونیم پترن دانلود بکنیم از اینترنت. در سایت گوگل برین نشا کنین که پترن فار فتوشاپ دانلود، پترن فار فتوشاپ می پک های مختلف می تصاویر شما هست. مثلا ما دو پترن دانلود کردیم، میایم اون رو لود میکنیم. بعد از زمانی که شما دانلود کردین در اینجا میایم اینجا لود پترنز، پترن هایی را که ما دانلود کردیم در اینجا میخوام لود کنیم. ببینید زمانی که ما در اینجا میایم، ما در این قسمت یکی لیدر پترن شکل چرم دانلود کردیم و یکی وود چوب. ما میایم لیدر را اینجا لود میکنیم، اون پترن را که ما دانلود کردیم از اینترنت. مثلا میایم میگیم این شکل شما میخوایم کار بکنیم، ببینید شکل چرم است و شما میتونید در اینجا ایرا کار بکنیم و از این به شکل بک‌گراند استفاده بکنیم. اینجا ما شکل های مختلف میم وودم یک بار لود میکنیم، او را ما دانلود کردیم، ببینیم وود پترن لود و به شکل های چوب در اینجا بک‌گراند بسازیم و
بک‌گراند تنابه شکل اگر شما خواسته باشین میتونیم بسازین. آپشن دیگه‌ای که در اینجا برای ما مهم است، ببینین در این قسمت اگر ما بیایم شکل سنگ به خاطر از این میگیریم که این آپشن درست در اینجا معلوم شد. ببینین زمانی که ما در اینجا میم اگر الاین فعال باشه اینجا ما کار میکنم، ببینین اینجا کار کردیم، دوباره بالا از این قسمت میم اونم یک بار که کار کردیم اونم یک لایه که کار شده در اینجا اونم رو اینجا روشن کردم. ببینین هر چی کلک کلک میکنیم اون یکی روشن شده میره چون الاین فعال. اما اگر الاین فعال نباشه که ایره ما در دپلیکیت هم خوانده بودیم در قسمت هیلینگ برش تول و کلانسم تول زمانی که دپلیکیت میگرفتیم، اگر این فعال نباشه ببینین هر باری که ما کلک میکنیم دوباره اثر کار میشه، دوباره پترن دوباره اپلای شده میره، اونم یک پترن اینجا ترمیم کرده نمیده بلکه بالاش اضافه شده میره. ببینید یک کلک میکنیم یک کلک دیگه دوباره اثر شروع میشه، کلک دیگه دوباره اثر شروع میشه، باز کلک اثر شروع میشه. اما اگر الان فعال باشم یک باره که یه رسمه میکردیم بعد از اون نمره ترمیم کرده میره، پاک کرده میره، دوباره از روی از اون کار کرده میره، اون رو ادامه داره دوباره پس رسمی نمیکنه. اما یک لایه رو تا هر جای ادامه میدیم اون نمره جور کرده میره و پیش میره. اما یک قسمت دیگه در اینجا داریم امپرشنست. امپرشنست چیست؟ امپرشنست میره فعال میمونیم بخاطر که ما یک کار بکنم. امپرشنست در اینجا هر پترن که شما میگیرین اونم رنگ ها رو با هم مخلوط میکنم، مکس میکنم. شما میتونید ببینید در اینجا اگر امپرشنست فعال نباشه ما این پترن اینجا داریم، اما امپرشنست فعال میکنم اینا می رنگ ها رو با هم مخلوط میکنن. دوباره میایم یک پترن دیگه میگیم اون پترن سنگیره میگیریم. ببینید در اینجا امپرشنست غیر فعال است و فعال میکنیم نمی رنگ ها رو با هم مخلوط میکنن. اما اگر شما رایت کلک بکنید ببینید کدام بورس گرفتین، بورسی که چهار اطرافش نقش اصلا اگر ما از این بورس بیرون چی میشه. ببینید در اینجا سایز یک کم میکنیم به شکل شما میتونید که شکل ها راست اینجا ما پترن خود انتخاب میکنیم. هر پترن را که شما در اینجا میگیریم مثلا این پترن سایز کم میکنیم، در اینجا سایز کم میکنیم، یا اگر نقطه نقطه میگذاریم میبینیم نقطه های مختلف چون اینجا این رنگ هایی را که شما پر سر میبینیم نمون نقطه ها هستن اینجا ببینیم به شکل کار میکنیم، میتونیم به شکل از اینجا هم استفاده بکنین. در اینجا زمانی که شما در پترن من این سیف پترن به این معنی که این باکس را که ما به این شکل باز کردیم که اینجا این پترن ها هستن، بعد اینجا لیدر پترن هست و بعد وود پترن تمام در اینجا اپن شده، این را میگن سیف کنیم به یک نامه، به یک نامه دیگه سیف میکنیم در فوتوشاپ دیگه میتونیم فلش بریم در فوتوشاپ دیگه در اونجا لود بکنیم. میتونیم این فوتوشاپ را اگر کی کامپیوتر مشکل پیدا کرد فوتوشاپ ریموو شده دوباره انسر کنیم دوباره پس لود بکنیم، یعنی یک پچ از پترن داشته باشیم. میتونیم سیف کنیم ببینید من اینجا ما سیفش میکنیم به هر نامی که شما سیف میکنید به نام مای پترن، به نام پترن پک، به هر نامی که شما سیف میکنید اینمی بسته از پترن ها در اینجا هست و هر وقت خواسته باشیم دوباره پس میتونیم لود بکنیم. در اینجا هم قسمت نمایش پترن هاست تکس اونلی به شکل متن نشان بده، اینجا اسمال تمنل کوچک کوچک نشان بده، کلان کلان نشان بده و هر قسمی که شما خواسته باشین در اینجا شما میتونین که انتخاب بکنین. ببینید که شما میتونین از این پترن ها بایس بک‌گراند صفحه کار بکنین استفاده بکنین. این رو کار بکنین دوباره باز برمیگردیم با آپشن های دیگیش. خب ببین میایم به آپشن های بعدی کماند پترن سم تول. در اینجا ببینید اینجا ما پترن های مختلفه که داریم، یکی از این پترن ها رو انتخاب میکنیم. اگر مود اینجا ما مود های مختلف داریم، نورمال در حالت نورمال و مود های دیگه. ببینید فعلا نورمال است، زمانی که ما نورمال در اینجا کار میکنیم ما هر شکلی که داریم مکمل نورمال کار میشه. اگر ما در اینجا ما مود رو تغییر میدیم مثلا دارکن باشه، ببینید دارکن مود دیگه کار میکنه و ما مثلا در اینجا میگیم اسکرین مود کاملا متفاوت است و اوورلی رویون مود مختلف هست. هر کدام از اینا مودهای مختلف هستند. در اینجا شما از این مودها میدانین استفاده بکنید. خب زمانی که ما میایم در اینجا از این شکل ها از هر شکلی که شما در اینجا کار بکنید این شکل اوورلی است، اینجا شما یکی از این پترن ها رو انتخاب میکنین مثلا میایم مود نورمال میگیریم. در اینجا ما میتونیم اینو به شکل استفاده بکنیم، اما ما نمیتونیم که اینمی شکل یک از پترن یک از ایره یکمه که سکیل بکنیم، زوم این بکنیم یا زوم اوت بکنیم، یکمه کلان شوه یا خرد شوه یا ببینیم در اینجا
ما شکل‌های دیگه‌ای که داریم، مثلا در اینجا این سنگ‌ها داریم، این سنگ‌ها را ما می‌خوایم که اینجا کار بکنیم، اما که زوم باشه. چطور کار بکنیم؟ ما میریم به صفحه در اینجا در کماند در مینوی لیر، نیو لیر فل، سولید و گریدینت خواندیم. ما میتونستیم گریدینت و یا یک رنگ اضافه کنیم، روز گریدینت میخواییم و پترن. در اینجا پترن، نام پترن انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. زمانی که اوکی کردیم، ببینید در اینجا در این قسمت میتونید قبل از اینکه شما اوکی کنید در صفحه شما دیده میتونید که کدام شکل کار میشه. شما میخواین اینجا اپلای بکنین، مثلا اگه خواهیم بعد در این قسمت اسکیل بیان فعلا 100% است، یعنی 100% میمونه و اون سایز فیکس که تنظیم شده است. اینجا شما میتونید بگین که کم شد، ببین خوش یا زیاد شد. اینجا شما میتونید که از این قسمت از این 100 زیاد بسازید، ببینید زوم میشه و زومات میشه. اینجا شما میتونید اسکیل بکنید هر گره که شما انتخاب میکنین، به شکل شما میتونید ببینید شکل چرم که است. از این شهر شکل چرم شما میتونید زوم بکنید. اینجا شکل های مختلف ما داریم، به این شکل شما میتونید که از اینجا یک بار مکمل خوب تر دیده میتونید، ببین قبلا ما نمیتونستیم، به این شکل استفاده بکنیم و کلک بکنیم. چون با شکل برس کار میکنیم، اینجا با شکل فل کار میکنیم. قبل از اینکه ما یک شکل استفاده بکنیم، اینجا میتونیم کلک کلک و هر کدومش رو ببینیم. ببینید اینجا ما میگیم که این شکل باشه و یکمک زوم نگاه باشه و بالاخره زبان که میگیم اوکی، اونم در اینجا فاده بکنیم. این بود چطور بک‌گراند شکل های بک‌گراند میتونیم در اینجا در صفحه اپلای بکنیم یا به شکل برس کار بکنیم. میایم به کماند بعدی که ما میایم، کماند بعدی از در اینجا پن بک تول. کماند پن بک تول یک کماندی است که در برنامه پن تا ما شما خوانیم در اونجا فلوت کلر نام داشت که ما میتونستیم داخل یک قسمت رنگ پر بکنیم که در اونجا فقط ساده بسیار ساده بود. اینجا آپشن هایی داره. ببینید زمانی که ما اینجا کماند فلوت کلر رو میگیریم، اگر ما یک صفحه داشته باشیم در اینجا، ببینید در اینجا مثلا این صفحه خالی را داریم، میخوایم که این صفحه را با یک رنگ پر بکنیم. رنگ اینجا رنگ خود انتخاب میکنیم یا اینجا میگیم دبل کلیک، اینجا کلیک میکنیم رنگ انتخاب میکنیم و برمیم با یک کلیک سفر مکمل پر میکنه جایی که شما انتخاب کردیم. این به خاطر از این معمول ما در فتوشاپ به خاطر از این استفاده نمیکنیم که ما بک‌گراند با چی پر بکنیم. ما در فتوشاپ اگر رسامی ها داشته باشیم، مثلا اینجا ببینید این رسامی هست، شکل رسامی که این روزای دیگه ما پنتول هم میخوانیم، توسط پنتول میتونیم شکل ها رسامی بکنیم. اینجا ما کماند پنتول داریم که درس هفته بعدی ما هست، در هفته بعد میخوانیم توسط پنتول رسامی بکنیم هر شکل را، هر دیزاین که شما خواسته باشین کار کنیم. اینجا مثلا ما یک شکل رسامی داریم اما رنگ پر نیست، اینا میخوایم رنگ پر بکنیم. پس در اینجا میم کماند پن بک تول انتخاب کردم، اینجا رنگ خود انتخاب میکنیم. مثلا ما میگیم که میخوایم رنگ سرخ، یک کلک. ببین اینجا آپشن های مختلف داریم، مود در کماند های مختلف خواندیم، با کدام مود، تاریک، روشن و کدام حالت باشه، آپسیتی چند درصد مو رنگ را اینجا اضافه بکنم، تالرنس، تالرنس در کلر ریپلیسمنت هم خواندیم که چند درصد رنگ را بشناسم و اینجا هم انتی الگ. ببین تالرنس است، اگر ما بگویم اینجا 1% و اینجا رو ما کلک بکنم، ببینید قسمت های کنج صفحه پر نمیشه به خاطر از اینکه جایی که ما کلک کردیم اون 1% تا جایی که ادامه داشت اینجا بیشتر از 1% متفاوت است، چون اون سایه قسمتی که رنگ کردیم بالای ازی هست. پس در اینجا نظر به ضرورت ما میگیم که یک اندو میکنیم، ببینید اینجا یک اندو و اینجا ما میگیم حدودا 15%. کلک درست است، کلک کلک و بالاخره اینجا را هم کلک میکنیم و تا اینجا پر کنیم. میگیم قسمت داخل گل یکمک تاریک در باشه، اینجا را کلک میکنیم و رنگ یکمک تاریک میگیریم. اوکی و کلک اینجا را هم کلک ببینیم، اون کرسر خورد سیاره که میبینیم اون جا را که هر جا را کلک بکنیم و به شکل اینجا را کلک میکنیم اینجا پشت. بعد میگیم اینجا رنگ سبز میگیریم و برگ انتخاب میکنیم و اینجا رو هم داخل از این قسمت هم. اینجا رو هم روی خط سیاه کلک کردیم،
میگیم داخل کلک میکنیم اینجا رو داخل و میبینیم قبلا تصویر ما به این شکل بوده. فعلا این را با این کمند پر کردیم و رسامی کرده بودیم داخل از این با این شکل به رنگ پر کردیم. ببینیم کانتینیوز ما در جای استفاده میکنیم که اگر بگراند متفاوت باشه ما میخواییم که رنگ پر بکنیم. حال دیگه ما ضرورت به کانتینیوز نداریم و این کانتینیوز به این مانا جایی را که ما کلک میکنیم تا جایی که امون رنگ بالاش کلک کردیم ادامه داره پر شوه، اگر با رنگ دیگه قد بود پر نشه. مثلا ما میگیم که اینجا را ما میخواییم رنگ سرخ باشه، اگر ما میخواییم که این رنگ یک کلک ببینیم تا جایی که اینجا ادامه داشت تا اینجا ببینیم، چون اینجا قد نبوده در سفید رنگ سفید کلک کردیم ادامه داشت اینجا دیگه قد شده کار نشد. اما اگر ما یک شکل داشته باشیم که مکمل یک رنگ را پر بکنیم اینجا میگیم کانتینیوز غیر فعال، کلک جایی که رنگ سفید است با یک کلک کانتینیوز دیگه مهم نیست، داخلش مکمل رنگ سرخ پر کرد. شما میتونید به شکل استفاده بکنید. میگم اینجا یک تصویر دیگه دارم اینم کار میکنیم بعد با شما کار بیم. مثلا اینجا داریم ما این تصویر، این تصویر میایم میگیم این رنگ میگیریم و بعد میگیم کانتینیوز به خاطر اینکه بک‌گراند سفید است قسمت های دیگه هم سفید است، کلک کلک و به این شکل بینیم و کلک کرده میریم هر کدام از اینا را این رنگ بگیره و قسمت داخل هم یک کمک رنگ تاریک زردتر و اینجا را هم گرفتیم. بعدا دوباره کلک و اینجا رنگ جایی که باقی میمانه. شما ببینید چرا اینجا کار نکرد، تالرنس 15 هست. شما میتونید تالرنس ها زیاد بکنیم. من اندو میکنم تالرنس ها میگیم که چه بگرد حالا ببینید زمانی که ما کلک میکنیم جایی باقی نه چون تالرنس ها زیاد کردیم درست هست و ببینید شکلیم اینجا را کلک و کلک و ساقه از قسمت هم کلک و ببینیم رنگ گلدان هم مثلا میگیم به این شکل باشه و اینجا کلک و ببینیم قبلا به شکل کاملا ساده یک شکلی که ما رسامی کرده بودیم و بعدا او را رنگامیزی هم کردیم با کدام کمند؟ با کمند Paint Back Tool. ای بود درس امروز.